وحشت نکنید، امروز کمد تکونی دارم. چه آفتابیه. میدونم نور بده اینجا، ولی خب این وسایل رو گذاشتم اینجا، نمیتونم اینجا واقعا میتونم بشینم. آقا امروز تصمیم گرفتم که کمدم مرتب کنم، و از اونجایی که من چیزی تحت عنوان فنگشوی واسم تعریف نشده است، ممکنه یه سری چیزای عجیب غریب تو کمد من ببینین، چون من آتشغال خیلی دارم، یه مشکلی که دارم هیچ چیزی نمیتونم دور بندازم. بعد حالا امروز سعی میکنم یه سریاشو واقعا بندازم دور، چون جامو گرفته استفاده هم نمیکنم، الکی نگه داشتم. از الان بگم منو قضاوت نکنید به خاطر چیزایی که قرار ببینید. آره خلاصه دیگه بریم دیگه. خب فکر میکنم این طرف بشینم بهتره. نور، یه مشکلی که من خیلی دارم و فکر میکنم یه مرضیه، این که من نمیتونم جعبه و بطری بندازم دور. یعنی مثلا هرچی میخوام، من کلی جعبه و بطری دارم. چرا؟ چون فکر میکنم ممکنه یه روزی این جعبه به کارم بیاد، یه چیزی بخوام درست کنم نیاز به جعبه. چون من اینجوری هستم که یه موقع هایی از یه سری چیزایی که مثلا به درد نخورن و اینا بردارم یه چیزی مثلا باهاش درست کنم، یا یه موقعی مثلا چیز میز بذارم داخلش، یه کاری معمولا انجام بدم. یعنی خیلی مثلا اینجوری نیستش که اصلا این کارو نکنم، واسه همین همیشه احتمال میدم که ممکنه بعدن نیازم بشه مثلا اون جعبه یا اون بطری، مثلا یه چیز داشته باشم بطری بخوام داخل اون، حالا مثلا اون چیزو بریزم، ممکنه بطری نیاز داشته باشم، واسه همین بطریارم نمیندازم دور. و الان من کلی جعبه و بطری دارم. تا دلتون بخواد جعبه عطر نگه داشتم که شاید یه روزی لازمم بشه. این نه واقعا اینا رو من نمیندازم دور، یعنی هنوز اینجوری که نمیتونم. بطری الکل خیلی من استفاده میکنم، این وسایلام تو این شیشه کوچولو ها میریزم، بعد حالا مثلا وسایلام و اینا رو تمیز میکنم. الان موقع ادیت، چیزی که باعث شد خندم بگیره اینه که نشسته یه جوری این وسایل صدام ده، انگار وسط یه موش آشغال نشستم. که مثلا یه چیزای عجیب غریبی دارم، مثلا الان این نمیدونم واقعا عینک کوچولو، حالا مثلا عروسک بوده واسه چی بوده، ولی آره چیزای عجیب غریب. یادتونه قدیم، الان هم فکر کنم باشه، نمیدونم، این کرمای اکتیپور بود واسه یه مثلا درمان جوش و اینا بود، یه کرم مثل کرم پود بود ولی درمانی بود واسه جوش و اینا. آقا من اینا داشتم، هنوز این اصلا نمیزنم. خب این الان تاریخش قطعا گذشته. چقدرم رنگش من اینو چجوری میزدم؟ تاشم تا نداره. اینو نگه داشتم، نریزه بیرون. ولی خدایی نمیدونم الان هست یا نه، ولی خیلی کرم خوبی بود اون زمان. فقط یه مشکلی که داره این که من نمیدونم به رنگ پوستم نمیخورد، میزدم کاری نداشتم، این قبلا سنن کم بود، اصلا کاری به این نداشتم که کرم به رنگ پوستم میخوره نمیخوره، من دم دستم میومد میزدم به صورتم. بابا ولی بوش منو برد تو اون تایمی که استفاده میکردم ازش، چون بوش هنوز تغییر نکرده. یعنی قشنگ بوش منو ببین، اینجور چیزا خوبیش اینه دیگه، قشنگ میبرت تو گذشته. یا مثلا از این برق لب حرارتی ها که اینم دیگه استفاده نمیکنم، میندازم دور اینا رو واقعا دیگه، اینجا کیسه گذاشتم اینا رو بندازم دور. مثلا درس مجسمه است، الان مثلا این صورت خیلی سرم چیز شده، خراب شده، با این خمیرا صورت درست میکردیم، نمیدونم فازم چی بوده. یه چیزی بگم، یعنی اصلا پراتون بریزه، قرص آهن میبینم قرص آهن بخورم، خب بعد خیلی تنبلم تو خوردنش، بعد کلا تو مکمل خوردن، بعد اصلا قرص آهن میخرم الان روش دیدم مال 2018ه، یا خود خدا اینم داده بنزن دور. ببین همینجوری میخوام بشینه، کلا فضای این ویدیو خودمون، نه که بقیه ویدیو خودمونی نبود، ولی مثلا یه سری چیز همین چیزای عجیب غریبی که تو اتاقم دارم و میخوام نشونتون بدم، چون کمد ریختم بیرون.
چیه مثلا نمیدونم واسه سر خریده بودم فکر کنم ماساژر، ولی خوبه ها، باورتون چه خریده بودم تا حالا استفادهش نکردم، گیر کردم ولی خوبه به نظر. شیشه خب از اینا زیاد دارم، اینا رو واسه یه شم خریده بودم، بعد کلن یه چند تا دونه شم درست کردم، بعدش مثلا این توش آبرنگ میخوام کار کنم، میخوام مشخصم هست ازش، آبرنگ میخوام کار کنم، آب میخوام مثلا تو این میریزم، گل خشک توشه. این فکر کنم تو یکی از ولاگامو اوایل که کانالمو زده بودم دیدین، گذاشتمش این تو. واقعا نمیدونم گل خشکو میخوام کجا استفاده کنم اینو مثلا، خب دارم هنا، این هم واسه پوست استفاده میکنم، این هنای تفت داده شده است، یعنی حرارت دادم بهش و حالا مثلا میتونید ماسک مو هم باش درست کنین، یعنی به موهاتون دیگه رنگ نمیده چون حرارت داره و میتونید با ماست قاطی کنید بذارید به صورتتون، ماسک هنا خیلی خوبه. میگم حتما بعد اینجوری حرارتش بدید قهوه‌ای شه هنائه که رنگ نده، کلن حرارت میبینه خاصیت رنگ دهیشو از دست میده. یعنی مثلا شم ندارم، همش داغونه، نمیدونم میدونید شم و چجوری باید استفاده کرد که خراب نشه؟ ببین من هرچی شم درست میکنم نهایتا شاید یکی دو دفعه میتونستم روشنش کنم، بعدش کلن شم نابود میشد، یعنی همه شمام نابوده، کنم باید پارافیناشو آف کنم دوباره درست کنم اینو نگاه دوره خدا. ولی یه حس بدی، یه بار توی اینستا یه ویدیو دیدم گفت این پارافینا نمیدونم سرطانزان چی این دودش نمیدونم چی خیلی بد گفته بود، بعد از اونجا من اصلا از اون روز به بعد من شم روشن نکردم. خیلی حس شم خوبه ببینین، نمیدونم ولی نمیدونم واقعا چجوری باید شمو روشن کنم که تا تهش این آدم چیزش این شکلی نشه. اینم خودم درست کردم. آها توی کانال برید پایین ولاگ درست کردن شم دارم، اینه اگه دوست داشتید تو خونه شم درست کنین ولاگ واسه قبلا درست کردم، اونو میتونید برید ببینید. گزینه بعدی صدر، اینم واسه یه ماسک صورت خیلی خوبه، صدر واسه جوش و اینا با ماست قاطی کنین، ماست و یکم آب، گلاب هم فکر کنم میشه، آره چیز کنید بزنید به صورتتون، صدرم خوبه واسه پوست. یکم اینا رو ریختم مثلا توی شیشه ها که یکم منظم باشه. مثلا خدای این چیه؟ این الان پول به هم بدن نمیدازم گردنم. چی با خودم فکر کردم که خریدم این ماسک ورقه ای که استفاده نکردم اصلا. ببین این ماسک ورقه ای ها رو دیدی تو اینستا مثلا تبلیغ میکنه دونه 4 تومن مثلا دونه 10 تومن، ببین اینو نخرید. خب اینو من از کاسپیان خریدم، دو تا خریده بودم، یکی این بود یکی چای سبزش بود فکر کنم، آقا من اونو زدم چنان صورتم ریخت بیرون، اصلا از این ماسک ورقه ای ها که به اسم اینکه 4 تومن یا 10 تومن اصلا نگیرین، معلوم نیست چیه. والا این پشتش هم کره ای نوشته خب، ولی نمیدونم خیلی بد بود، حتی تاریخش هم الان گذشته دید، خیلی بد بود. اینم دوستم الان دور اصلا استفاده نکردم، نمیدونم که الکی بازش کنم، استفاده که نمیخوام بکنم. میگم قشنگ صورتم ریخ بیرون وقتی اینو زدم به صورتم. بازش کردم که بندازمش دور. آقا یه چیزی پیدا کردم ولی میترسم نشونتون بدم بدتون بیاد، نمیدونم نشون بدم یا نشون ندم. نشون بدم. ببین من دندونامو ارتودنسی کردم، خب بعد اون سال که دندونامو ارتودنسی کردم چون فکم خیلی کوچیک بود دوتا از دندونای فک بالامو کشیدم، بعد یکی از اون دندونا رو از دکتر گرفتم گفتم خب یادگاری نگه دارم، بعد الان دارمش بذارم نشون بدم دیگر ایناش، همینجوری یادگاری نگهش داشتم. نه فازم چی بود، موقع سنم کم بود یه کارایی میکردم مثلا، و میگم نگهش داشتم اینو. خیلی هم سخته اگه دندون اصلی کشیده باشین تا حالا قطعا میدونید که دندون اصلی کشیدنش خیلی سخته و درد داره.
ایشالا که چندشتون نشده. احتکار اسپر، ببین اینا خب شاید باورتون نشه ولی اسپرهای کودکه، یعنی مال بچه هاست. خب ولی من یه بار رفته بودم کاسپین خریدم یه دونه، بعد از بوش خیلی خوشم اومد، بعد سری بعد رفتم یه دوتا دیگه هم گرفتم. آنم جای دیدی نمیدونم حالا ممکن خوشتون بیاد از بوش یا نه، نمیدونم اسپره کودک مایا کر اسمشه، حالا نمیدونم مثلا جای دیدید میخواید بکنین شاید شما هم خوشتون اومد. از رایه سلیقه دیگه، من زیاد اسپره هایی که مثلا حالا هستش بوشونو خوشم نمیاد معمولا، ولی این بوش خیلی خوبه، یعنی من دوست داشتم. حالا نمیدونم یه اسپره دیگه هم هست واسید اونم بوش خوبه، نشونتون میدم. اینه هاش، اینه اسپره دابه رایحه گلابی، اینم بوش خوبه. جای دیدید حالا بو کنید اگه خوشتون اومد بگیرید. این مسواکارم چون خوشگل بود خریدم، خب یه بنفش خوشگلی بود واسه همین خریدمشون. حتی سه تا بودن، یکیشو خب دارم استفاده میکنم الان، ولی خب اینا رو هم گذاشتم. خیلی خوبه، نرم موهاش، اصلا لثه رو اذیت نمیکنه، خوشگل هم هست دیگه، رنگش خیلی خوشگل. با اینا رو یادتونه؟ از اینا میدونین من با اینا چه غلطی کردم؟ بچه بودم از اینا تازه گرفت، این حتی کوچیکشه، اون موقع بزرگش رو گرفته بودم، بعد حالیم نبود که، نمیدونم چه فعل و انفعالاتی توی مغز من رخ داد که یه همچین کاری کردم. بعد اون موقع کامپیوتر داشتم، بعد ببین خیلی شیک برداشتم این آهن روباشو بردم گرفتم رو صفحه نمایش کامپیوتر، اینجوری نزدیک کردم، ببین یهو این رنگ یه حالت حرکت میکنه، میچی میگم یه رنگاش انگار به هم ریخت، یه حالتی شد صفحه نمایش، حالا نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی خب گند زدم تو صفحه نمایش کامپیوتر، کلا همجوری هم موند، یعنی دیگه درست نشد. آره خلاصه الان دیدم یاد اون افتادم. یه چیز دیگه هم پیدا کردم، آقا این آب نبات چوبیا رو یادتونه؟ اگه هم نسل من باشید احتمالا یادتونه این آب نبات چوبیا رو. خب الان نمیدونم هست یا نه، ولی اون زمان واقعا این آب نبات چوبیا خوشمزه بودن، به من عاشقش بودم. بعد اینو یکی از دوستان واسم خریده بود، بعد دیگه من نخوردم دیگه، یعنی یادگاری نگهش داشتم، هنوزم هستش، یعنی هنوزم اینو نگه داشتم یادگاری. این الان بخورم خب میمیرم، میدونی من چند سال پیشه، ولی میگم همینجوری یادگاری نگهش داشتم دیگه. ولی یادم خیلی خوشمزه بودن این آب نبات چوبیا، میگم حالا نمیدونم الان هنوزم پیدا میشه یا نه. دست چون از اونجا که راست دستم، دست راستم قوی تر به نسبت دست چپ. دو عدد لبلو مال صد قرن پیشه، اینا دیگه قابل استفاده نیستن. و این چقدر خوش رنگه، من همجورشم وسالامو نگام کردم. یه چیز دیگه پیدا کردم، رژگونه 100 سال پیش. ببین یادمه این رژگونه ها رو که گرفته بودم، خب این اینقدر پیگمنتش بالا بود من جرئت نمی‌کردم اینو بزنم به صورتم، یعنی میومدی بزنی ببین یه لک نارنجی اینجوری میافتاد رو صورتت، خیلی چیز بود. اینا میبینین چقدر پررنگه، یعنی اصلا یه پیگمنت عجیبی داره، واقعا من جرئت نمی‌کردم بزنمش به صورتم، خیلی پررنگه، اصلا نمیشد کنترل کرد مقداری که حالا مثلا روی پوست میخواستی بزنی. اگه گفتید عکس کیه؟ سوهو. ببین سوهو اون آلبوم هم که اومد، خب یه پوستر داره بزرگ، به شدت خوشگل اون پوستره. من هنوز تو فکر اینم که یه جوری اونو بتونم یه قاب سبک واسش پیدا کنم، چون همین جوری نمیشه چسبوندش، اول که خراب میشه پوستره، بعد این که خب خوب وای نمیسته دیگه، مثلا صاف و صوف و اینا. ببین خیلی پوستر قشنگیه، دنبال یه قاب سبکم که نمیدونم یه حالت تلقی باشه، سنگین نباشه، که بتونم شاید بذارم بالای تختم، چون اگه قاب مثلا سنگین باشه یا هم ممکنه شب نصف شب مثلا زلزله چیزی بیاد بخوره بیفته از بالا رو سرم. آره واسه همین بذار بریم پوستر رو بیارم نشون بدم، خیلی خوشگله، خیلی هم بزرگه پوسترش.
ملایمت باش رفتار کنم. کیپافرا در جریانم چی میگم، با ملایمت باش رفتار کنم. اینجوری نمیتونم نشونتون بدم، بذارم تخت دورش چیزی بذارم چون اینجوری جمع میشه. اینه هاش، میبینین چقدر بزرگه. ماشاءالله به این همه زیبایی و بجنات. یه روز آخر سر اینو میذارم اون بالای تختم، ولی بعد میگم یه قاب تلقی واسش پیدا کنم، یه جوری سبک باشه. اینا رو یادتونه؟ ببین من اون زمان از این ساعت دیجیتالیا داشتم، بعد اگه بدونید به خاطر این چند تا از ساعتهای من صفش خورد شد، نمیشون قد احمق بودم. مثلا تو که میدونی ممکنه مثلا این بخوره روی صفحه ساعتت بشکنه، خب چرا ساعتو در نمیاری؟ بعد اینو اینجوری این دستان هم کبود بود اون زمان که این اینجوری مد شده بود، یادتونه؟ که نمیاد تو کادر. خدا قشنگ یادم انقدر دستم همیشه کبود بود، خب اینجاهای دستم انقدر تمرین کردم تا تونستم یاد بگیرم این کار باید انجام بدم. دست خوردون دستم باز اوتوموه کوچولو. این بچه اینه. اینو یادم نمیدونم واسه چی خریدم، اصلا استفاده هم ازش نکردم راستیتش. این یه حالتیه میدونی، این سرامیک چیزش هستش، یه حالتی که مو رو میکشه. این چی میگم، بعد راحت سر بخوره، نگاه مو رو میکشه، واسه همین زیاد استفاده نمیکردم. ولی خیلی خوبه، نگاه به قیافش نکنید، همچین خوب داغ میشه، چیز باحال، یعنی واسه مثلا مسافرتی چیز خوبیه که مثلا نتونید اینو ببرید حالا مثلا بزرگه، این خوبه.